کشته شدن فرمانده کلیدی گروه طالبان با 9 تن از افرادش در ولایت جوزجان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نمیم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کشته شدن فرمانده کلیدی گروه طالبان با 9 تن از افرادش در ولایت جوزجان. دفتر مطبوعاتی والی جوزجان روز سه‌شنبه 30 سور با نشر اعلامیه گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی عملیاتی را در مربوطات ولسوالی منجکه این ولایت را اندازی کردند. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در مربوطات ولسوالی منجکه ولایت جوزجان، پهلوان خیرالله فرمانده کلیدی گروه طالبان با شمار از افرادش کشته شده است. دفتر مطبوعاتی والی جوزجان روز سه‌شنبه 30 سور با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی عملیاتی را در مربوطات ولسوالی منجک این ولایت را اندازی کردند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این عملیات پهلوان خیرالله فرمانده کلیدی گروه طالبان با 9 تن از افرادش کشته شدند و 18 حراس افغان دیگر نیز زخم برداشتند. بر اساس اعلامیه در نتیجه این عملیات روستاهای هارون اول، هارون دوم، قورچنگو و چهارچنگو از وجود حراس افغانان طالب پاک شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت جوزجان گفته است که در جریان این عملیات 7 سرباز امنیتی نیز زخمی شدند. ولایت جوزجان در شمال افغانستان از ولایت‌های به شدت ناامن می باشد. گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارند و همواره بر مواضع نیروهای امنیتی حمله می کنند. در همین حال حنیف رضایی گفت که گروه طالبان از خانه های مردم در ولسوالی منجک جوزجان به عنوان سنگر استفاده می کردند و این عمل گروه طالبان سبب آوارگی 200 خانواده شده است. با گفته او نیروهای امنیتی بیجا شدگان را به خانه هایشان برگشتاندند. ولسوالی منجک در 72 کیلومتری شمال شرق شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان واقع می باشد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده نباید در برابر کسانی که کودکان این مرز و بوم را می کشند سکوت کرد، چرا که این کار گناه می باشد. آقای اشرف غنی که در دیدار با نیروهای ویژه پلیس و هیئت رهبری وزارت امور داخله سخن می گفت تاکید ورزید که تغییر وضعیت نیروهای امنیتی از تدافعی به تهاجمی را به دلیل افزایش حملات پیکار جویان گروه طالبان انجام داده است. وی در گوشه از صحبت‌های خود اذعان کرد که پیکار جویان گروه طالب در حال حاضر تنها نیروهای امنیتی افغان و هموطنان خود را می‌کشند که این عمل هیچ توجیه موجهی ندارد. این در حالی است که افغانستان از هفته های گذشته تا کنون شرایط فوق العاده را تجربه می کند و ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، پکتیا و غزنی گواه حملات مرگبار و خونین بودند. و همچنان در پای انفجار در ولایت کندوز 2 کشته و 18 زخمی برجا گذاشت. در پای انفجار ماین کارگزاری شده در یک بایسکل در شهر کندوز 2 نفر به شمول یک منصوب پلیس کشته شدند و 18 نفر دیگر زخم برداشتند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این انفجار ناشی از مواد انفجاری کارگزاری شده در یک بایسکل بوده است. انفجار ساعت 11 پیش از چاشت روز سه‌شنبه 30 سور در چهارراهی کهنه فروشی از مربوطات حوزه 3 امنیتی شهر کندوز به وقوع پیوسته است. گفته شده است که یکی از قربانیان این رویداد معاون مبارزه با تروریسم حوزه 3 امنیتی شهر کندوز می باشد. سخنگوی وزارت امور داخله در این مورد چیزی نگفته است. طارق آریان در توییت نوشته است یک مقدار مواد انفجاری که توسط گروه طالبان تروریست در یک اراده بایسکل در شهر کندوز جاسوسی شده بود ساعت 11 امروز انفجار کرد. در نتیجه این انفجار 2 تن به شمول یک پلیس شهید
و 18 تن از هموطنان ملکی ما مجروح گردیدند. با تشکر که تا ایندم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.